داستان فیلم اکبر دیلماچ که تو سال 1352 ساخته شده از این قراره. اکبر آقا که زن داره، سر راه دختر فرنگی قرار میگیره که برای نوشتن کتاب به ایران اومده. اکبر که از دختر فرنگی خوشش اومده، بعد از اینکه دختر کیف مدارکش رو گم کرد، دختر رو عقد میکنه. بخشایی از فیلم اکبر دیلماچ رو با هم تماشا میکنیم. من پس در اصفهان از هر چی دید یک کتاب بود. خیلی خوب بنویسید. شما لازم بود به من کمک کرد. در خدمتتون حاضرم مادمازل. اینجا رو بهش میگن چلسوتون. چلسوتون؟ یس نو. اونم سختشه. عکس بگیرید. بیان تا بقیه رام براتون تعریف کنم. اینا هم ستونایشه. حتی میخواین عکس بگیرید. آقای دیلماچ من این رو فهمید که شما انگلیسی ندونست. یس نو بری بود. اشکالی نداره. شما کتابتون فارسی بود. آیا لازم هست انگلیسی نوشت؟ شما کتاب فارسی نوشت. فارسی شکر است. من در کالج امستردام درس خوند فارسی کم یاد گرفتم. اما کتاب کاست انگلیسی نوشتم. به خاطر جمع باشه فاطمه‌زل. نتونستی خودم برات بنویسم. شما فعلا از مناظر در دیوار عکس بگیر تا یس نو بری گود. آها اونورم هست. اونورم هست. What's your name؟ ببخشید اسم شما چی هست؟ اسم من اکبره. آه مستر اکبر. مستر اکبر کیه؟ فقط اکبر. آره فقط اکبر. فقط اکبر کیه؟ اکبر خشک و خالی. آه فهمید. اکبر خشک و خالی. لا اله الا الله. مادمازل کاری نکن که دستت سرمو دنگ بکوبم به این ستونو خودمو گیری اداره باستان شناسی بندازم. آه شما لازم گوش کرد به من. اوکی لکو. خب اگه میخوای به نزدت بذاری یا به نگو مستر اکبر، بگو مشتی اکبر. خب مشتی اکبر چه حکایتیه؟ نه بابا مشتی. خیلی خب منم گفت مشتی. کلی ما پولی زیارت دادن زیارت ما رو مشکیمون کرد. خاک بر اون سری نکنم. یکی نیست به من بگید من جنونت نبود، آبت نبود، دیگه دیلمات شدنت چی چی بود؟ آه تکن نکرد شما. گیافه خیلی کندیده شد. من کست از شما عکس انداخت. پس بنداز. فیلم سینمایی رضا هفت‌خط که تو سال 1351 ساخته شده، راجب رضا هفت‌خطه که وانمود میکنه توی تجارت تبحر داره. اون با اقدس آشنا میشه و به اون قول ازدواج میده. رضا به زندان میره و بعد از آزادی اقدس رو از خودش میرونه. اقدس بدون اینکه رضا بدونه سعی میکنه بهش کمک کنه که کاسبی مناسبی راه بندازه و طی سلسله اتفاقایی در نهایت این دو نفر با هم ازدواج میکنن. بخشایی از فیلم رضا هفت‌خط رو با هم تماشا میکنیم. برای کانون خرید دیدی بعد من از شما خیلی معذرت خواست آقا. میشه این انگشتر گذاشت اینجا پیش شما؟ جنسا برد بعد رفت پول آورد جنسا داد به شما پول برد. میدونید موسیو من لازم دید اون انگشتر. اوه شما لازم دید انگشتر بفرم. من این انگشتر را 2000 تومانی کردم. 2000. یه 2000 تومانی این انگشتر را خریدم. باشه مسیو باشه. شما این انگشتر داد صندوق. داد صندوق. بعد اجناس رو برد. اول اجناس برد بعد انگشتر داد. یس. تانک. بسات جنسای مسیو رو ببر بذار. تانک یو. کام یارو مسیو. آقای صندوق حتما شما شنیدون آقا چی گفت. من این انگشتر گذاشت اینجا بعد پول آورد انگشتر برد. البته رسید لازم هست. حتما شما باید به من رسید داد چون انگشتر خیلی خیلی گران هست. متشکر. از شما خیلی خیلی تشکر کرد. شما لازم هست اون رسید به من داد بعد من پول آورد به شما داد. شما به اون آقا بگو دوز کلات برد. خدا را گردان میشه قربون شما دوز کلا برد کاری بیگر چی سعی همه تو بسولش کرد. یس نو یس یس هنوز نو تشکر. من از شما خیلی تشکر تشکر. گوش کن من الان پول ایرانی هم را نیست بعد پول آورد داد اونجا به شما انعام داد. یه وقتی پول شما نو شما لازم هست شما این سگ برد گردش بعد فلنگو من این سگ برد تو ماشین چون بکن دیگه بلاخره ما نفهم دیگه سگی یک کامل گردون. زری که از خانه عمومی فرار کرده قصد داره دخترش رو که 20 سال پیش به مردی سپرده پیدا کنه. زری در نهایت با فدا کردن خود جان دخترش مریم رو نجات میده.
بخشایی از فیلم زخم خنجر رفیق رو با هم تماشا میکنیم. خدا عوضت بده. امیسیو میستیل به جان جنابالی، نه بازرگرمی میکنم نه ماسمالی. اگر غالی خوب میخوای هست این غالی که هست خیلی خیلی عالی. هست کجا اهلم غالی هست؟ بالا هست این غالی هست مال غوم هست این. بله بله بله. اسکیز می کجا هست مال غالی؟ والا عرض کردم گی مال غوم هست این. میسیو من خاصی غالی اهل کاشان. نه 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 میستر، برای شما خوب نیست غالی کاشان، هم غوم خوب البته هم کاشان، رحمت به هر دو تاشان. نه میسیو من خاص غالی اهل کاشان. نه میستر جان شما نفهمید، برای شما خوب هست یک غالی مال سیمنه. او میسیو من خاص یک اهل غالی کاشان. نه میسیو جان، برای شما خوب هست یک دانه غالی مال سیمنان. نه آبا من خواست یک غالی مال کاشان. ای برای بی اینجا شما اصلا نفهمید، برای خلاف کردی منه. آقا جان شما وایسا اینجا میستر، برای شما خوب هست یک دانه غالی مال زنجان. نه من خواست یک غالی مال کاشان. ای میستر به جان شما، برای شما خوب نیست غالی کاشان، برای شما خوب هست یک غالی مال خراسان. نه میسیو اونلی غالی کاشان، اونلی کاشان. ای میستر باربایی پدرتون نمیفهمی، خوب نیست غالی کاشان، برای شما خوب هست یک غالی مال کرمان. نه خواست غالی مال کاشان نو اصفهان. تو اصلا نمیفهمی، برای شما به جان شما من به شما داد یک دانه غالی مال اصفهان. نه میسیو شما هست دیوانه، من غالی کاش اهل کاشان نو اصفهان. نه رفت اصفهان. You are very crazy. Don't care about me. Give him a beat. Yeah. Yeah. Mister, man, pig. Mister, me be chimmy gum. Talk to everybody. Go to the bar. Why you put it like a piano? Play the job. Play it in there. Hello. For my shibut. Salam, khan baba. Shira ban nigah dari mani mi khuri chie jan. Mano nemishnasi khan baba. فیلم مشکل آقای اعتماد با بازی منوچهر وثوق و نصرت الله وحدت محصول سال 1356. اعتماد با صدور چکای بی‌محل تحت تعقیب طلبکاراش قرار میگیره. از طرفی منوچهر که به قصد دزدی به خونه اعتماد میره، با اعتماد دوست میشه و در نقش پسر اعتماد از اون مقابل طلبکارهاش حمایت میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تهران خیلی خیلی بزرگ شد دایی جان. تو هم بزرگ شدید دایی جان. بیا تو جانه جان، بیا تو به خونه خودت، خیلی خوش اومدی. بیا تو عزیزم. اینا رو کجا بیزنم جان؟ بذار چمدون جانه خانمو بذار تو اون اتاق. چش. اتاقش اونجاست، برو. چش. ها اینجا حاله، بذار بقیه خونه هم بهت نشون بدم. اون اتاق پذیراییه، برو تو ببین خوشت میاد یا نه. اوه خیلی قشنگ هست. کنیمی شما کجا هست؟ یعنی زنده ای من؟ یور زنده ایز دل، یعنی مرحوم شده. عکسش اونجاست، بیا نشونه بدم. قربون زنم برم الهی، فداش بشم. اما پسرم هنوز زنده است. آه چه کو؟ حالا کجا هست؟ تو کارخونه است، داره به امورات کارخونه میرسه. آها. حالا تلفن بزنم بیادش. الو سلام، من اعتمادم، پسرم اونجاست؟ تو حسابداری است؟ زود دست کن به حسابداری من باش صحبت. قربونت برم جاله جونم. الو مهندس منوچه؟ سلام پسر عزیزم، قربونت برم، زود بیا خونه. میدونی که از خارج اومده؟ دخترم مهد، فوری خودو برسه خونه، یلا. رسوندم پدرچم. چی؟ سلام پدرچم، حال تو چطوره؟ سلام و زهر مار اراده به سوخته. عجب اشتباهی، من به حسابداری گفتم وز کنه به پسر من، اون وز کرده به پسر خودش. ما هم بی خبر از قضایا همه جور علکی با هم صحبت کردیم. خب بیا جاله جون بیبریم، بیا آشنا بشیم. بیده جون این پسر من آقای مهندس منوچهره، اینم جاله جون دختر عمده. بابک پزشکی که به فرهنگ اشرافیت خانواده‌اش بی‌اعتناه. اون برای اداره بیمارستان پدرش به کاشان میره و مداوای پسر درویش مسلکی رو که سرطان خون داره بر عهده میگیره. بعد از اینکه جوان اقدام به خودکشی میکنه، بابک به دامن طبیعت پناه میبره و با پسرک چوپانی زندگی میکنه. بخشایی از فیلم آدمک رو با هم تماشا میکنیم. علاقه بزن. مواظب باش نخوری زمین. مواظب باش. برو تو این اتاق لالا کن. بده ببینم. آها.
آخ سودا بجون، سودا بجون قربون شکلت برم، بی برو پلو یارو تو بودو خوب ازش مواظبت کن. همیشه تو صبح نخوابیدم. طرف خیلی مشکل پسنده، مواظبش باش. نه من باور نمی کنم. تو همونی. پس دروغ گفتی موهای برهونه یه فامیله. پس موضوع دارم تقصیر خودت بود. نه دروغ نگفتم. رفتم خونه فامیلامون. من نمیتونم همه چیزو برات بگم. اصلا تو با این کارا چی کار داری؟ فکر کن منو ندیدی. بگو چی شده؟ چرا اومدی اینجا؟ اصلا چرا این کارو شدی؟ خودم اینا موضوع دهو فهمیدم. منم مجبور شدم ازشون فرار کنم. تنها کسی رم که میشناختم جبار بود. پس تو تومی اون شدی. با من بیا شهر. من تو رو میبرم. ما میتونیم با هم زندگی کنیم. مگه دیوونه شدی؟ جبار نمیذاره من از اینجا برم. تو هنوز اونو نشناختی. من هر کاری دلم خواد میکنم. هیچ کس که رومو نمیتونه بگیره. بابک! بابک! چرا اینقدر زود اومدن بیرون؟ بابک! چرا این مرد چقدر عربده میکشه؟ بابک اینو میشناسی؟ همونی که تو راستم آرش کردی؟ چیه بابا چیه؟ نرگس با من میاد شد. های بسیار اینجا جای داد بیداد نیست ها. برو کنار ببینم. نرگس با من میاد شد. نفهمیدم باش کنم اینا. نرگس با من میاد شد.